و حالا آنچه را که برای کامل شدن این نگرش نیز کمک ما خواهد کرد، حرکت مقتدرانه است. یعنی در یک همت عالی که نمایان کامل یک قدرت در مدیریت پرنفوذ می باشد، تا جایی که می توان تمام نقاط ضعف ما رو پوشش بده و قوت رو جایگزینش کنه. اگر براتون مقدور هست می خواهد چراغا رو برعکس کنید لطفا، ممنون میشم. و در اصل ما رو وصف میکنه به واژه‌ای به نام اقتدار که ریشه اون میدونیم از لاتین گرفته شده و برمیگرده به واژه اتوریتی، یعنی همون قدرت، همون نفوذی که در حکم به قوانین و یا داشتن قدرت اجرایی مانند قدرت اجرایی یک پلیس، یک فرمانده ارتش و مدیر یک شرکت یا رئیس جمهور و یا پادشاه. از این رو اقتدار در اصل توانایی و قدرتی هستش که کسی و یا کسانی و یا مجموعه ای رو به شخصی میده. حالا سوال اینجاست، اقتدار ما و قدرت و توانایی ما از کجا میاد؟ این توانایی رو چه کسی به ما میده؟ آیا از خودمون هست؟ یعنی از جوانیمون هست، از زیباییمون هست، از توانایی‌های خودمون هست، از ثروتمون هست، از استعداد و هنر ما هستش، یا محبوبیتی که در بین دیگران داریم، یا اصلا کلن از دیگران، از خانوادهمون گرفته میشه، از والدین، از کشورمون. خیلی هستن که افتخارمون به کشور و سرزمینمون هست، به تاریخی که داریم افتخار میکنیم و فکر میکنیم این باعث یک اتوریتی و یک قدرت در من میشه که من عمل کنم، یا نسبت به فرهنگ و اجدادمون. آیا تمام آنچه را که من امروز به عنوان یک قدرت و اتوریتی میخوام بهش تکیه بکنم 100% پیروزی من رو تضمین میشه، یا این نگاه پیروزمندانه من رو میتونه 100% با خودش داشته باشه؟ با توجه به اینکه ما میدونیم توی دنیا همه چیز محدود هستش و نیز فناپذیر هست، مسلما خیر نمیتونیم، زیرا جهان از آنجایی که میدونیم از هدف خلقت دور شد و بشریت نیز از اون هدفی که خداوند داشت دور شد. کلام خداوند اعلام میکنه خدا نیکوست، آمین. پس اراده خدا نیکوست، پس توانایی خداوند نیکوست. اما چگونه هستش که ما روی زمین این همه ظلم و ستم و بدی ها رو شاهد هستیم و نیکویی ها رو نمی بینیم که بتونه حاکم باشه؟ قسمتی از موقعیت زندگی حتی خود ما گاهی خوب میشه، ولی نگاه میکنیم میبینیم موقعیت زندگی دیگه‌مون نیز خراب خواهد شد. آیا جهان رو خداوند برخلاف نیکویی آفرید؟ هاشا. در کتاب پیدایش باب 1 ما میخوانیم که کلام خدا اعلام میکنه خدا جهان را نیکو آفرید. هر آنچه که آفرید تأیید قدرت و توانایی نیکوی خدا نیز برش مهر شده. اما تعلیمی که ما از عیسی مسیح میگیریم نسبت به این که بتوانیم نگرش پیروزمندانه داشته باشیم، متی 6:10 بهش اشاره میکنه که اعلام میکنه ملکوت تو بیاید. میدونیم ملکوت یعنی پادشاهی خدا، یعنی اقتدار خدا بر من بیاید. اراده تو چنان که در آسمان هست، یعنی به طریق تو خدا یا خواسته من، آرزوی دل من، نیاز و حاجت من نسبت به سال آینده، امسال که گذشت رها کن. نگاهت باید به عنوان شخصی که داری میخوای پیروزمندانه نگاه کنی، نگاهت باید از پشت سرت برداری، فقط به جلو نگاه کنی، به سالی که در برابر تو قرار داره. پس آنچه که من میخوام به طریق خدا انجام بشه، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین
کرده شود. پس زمانی که من درک درست از کلامی که مسیح برای یک زندگی پیروزمندانه به من داده، این خواهد شد که من توانایی خدا رو در زندگیم میبینم و هرگز فکر نمی کنم که موقتی خواهد بود، بلکه میدونم در اون جاودانگی خونی کوی هاست. هرچند متاسفانه توی مشکلات و سختی ها خودمون رو پیدا میکنیم، اما میتونه در کنار اون نیز ما نگاهمون این باشه که بعد از این مراحل من موفق و پیروز خواهم شد. پس رنج با خودش نداره، پس بنابراین ترس و غمی با خودش نداره، بلکه خداوند در مسیر خواسته من که اراده او رو میخوام، نیاز من که اراده او رو میخوام، به طریق خودش معجزه تو زندگی میکنه. از این رو هستش که خداوند میخواد که ما اول اراده او رو بخوایم. مشکل داری؟ سختی داری؟ اما میگی نمیشه، نمیدونم چگونه ازش بعد رهایی پیدا کنم. به من میرسن بعضی از عزیزان، امیدوارم سوء تفاهم نشه، میگم بعد از وکیل گفته همین امروز من باید تمهید بگیرم، اگر نه موقعتم خواهد. میگم چقدر تو به خدا توکل داری؟ پزشک مریضش میگه متاسفم دیگه هیچ جای امیدی نیست. چه مقداری ما به خدا توکل داریم؟ به طریق خدا ما چقدر ایمان داریم که خداوند طریقش با پزشکان متفاوته، با وکلا متفاوت هستش، با تجربه من و شما متفاوته، چون طریق خدا معجزه است توی زندگیت. وقتی که من میخوام خدا یا اراده تو بشه، اراده خدا به طریقش معجزه در زندگی من خواهد شد. همون گونه که در مزمور 103:7 میخونیم، اعلام میکنه خداوند اراده خود را به موسی آشکار ساخت و قوم اسرائیل معجزات او را دیدند. زمانی که من درک درست دارم، پس در نگرش پیروزمندانه من، یعنی من برای سال آینده نسبت به سلامتیم، نسبت به ازدواجم، نسبت به اقامتم، نسبت به تحصیلم، نسبت به کار مناسب و درآمد خوبم، من اقتدار خدا رو از او خواهم خواست، من اراده او رو میخوام و من ایمان دارم. آنچه را که امروز من رو به ضعف کشون، سال گذشته من رو به ضعف کشون، اگر به اقتدار خدا عمل کنم، به توانایی خدا در خودم که انجام میشه عمل کنم، مطمئن هستم که خدا این ضعف رو به خیریت تبدیل میکنه. اما چگونه؟ در کتاب اشعیا 40:28-31 اعلام میکنه آیا ندانسته؟ آیا این همه نشنیدیم گواهی؟ هفته گذشته چقدر گواهی شنیدیم؟ خیلی از زمان اومدن اینجا گفتن مریض بودن، فلانی سرطان داشت، دعا کردیم شفا گرفتن، آمین، رفع مشکلاتمون شد. آیا ندانسته و نشنیدی که خدای سرمدی، یعنی خدای سلامتی، یهوه آفریننده اقصای زمان زمین، درمانده و خسته نمی شود و فهم او را تفحص نتوان کرد؟ یعنی خدا را زیر سوال نمیتونیم ببریم؟ اگر به او ایمان داریم، میبایست به طریق او نیز ایمان داشته باشیم. ضعیفان را قوت میبخشد. آیا امروز خودتو ضعیف میبینی نسبت به آرزوهای دلت؟ این رو مطمئن باش که اگر تحت پوشش اقتدار خدا، اراده خدا میخوای زندگی کنی، خدا تو رو تقویت خواهد کرد و ناتوانان را قدرت زیاده عطا میکند، یعنی مجوز اعمال نیک رو به تو میده که تو پیروزی ها داشته باشی. حتی جوانان هم درمانده و خسته میگردن، اونهایی که ادعا میکنن، اونهایی که میگن ما الان توی دورانی هستیم، پیروزی ها داریم، موفق میشیم، ولی یه روزی شما میبینید اونها هم شکسته میشن، اونها هم خسته خواهند شد، اونها که مدعی هستن و شجاعان به کلی میافتن. اما آنانی که منتظر خداوند میباشند، یعنی کسانی که به اقتدار خدا در زندگیشون توکل کردن، اما آنانی که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید، خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند شد. آمین. آیا این ایمان رو داریم؟
و وقتی ما به اقتدار خدا یعنی تحت اراده و پادشاهی او عمل میکنیم، میدونیم سخنان ما نیز تأثیر میذاره در زندگیمون. یعنی من ایمان دارم که مسیح آنچه را که گفته در نام من بطلب تا به تو داده شود، وقتی از خدا آنچه را که برای خودم، برای اهل خانوادم، برای مملکتم ایران میطلبم، خدا مطابق فیضش به من خواهد داد، چرا که از این به بعد روح خداست در من داره سخن میگه، مشروط بر این که اجازه بدم تحت اقتدار و قوت و اراده خدا زندگی کنم. مطابق انجیل یوحنا 14:26 که اعلام میکنی روح القدس هست که داره سخن میگه در ما. حتی ما در پیدایش 41 و همچنین 48 میخوانیم که یوسف پادشاه زمانی که تعبیر خواب توی زندان میکنه و زمانی که فرعون میگه من شنیدم تو تعبیر خواب میکنی، یوسف میگه من نیستم، کیه؟ خداست که در من داره تعبیر میکنه، خدا داره صحبت میکنه. و ما نیز ایمان داریم اگر همون گونه که یوسف پادشاه تعبیر خواب کرد و سخن گفت و انجام شد، امروز چقدر بیشتر من و شما که به مسیح ایمان آوردیم، وقتی که روح القدس در ما هست و ما پذیرفتیم اتوریتی خدا رو، اقتدار خدا رو، خدا در ما صحبت خواهد کرد. برای نمونه داوود پادشاه رو میتونیم نمونه استفاده کنیم. در اول سموئیل باب 17 میبینیم که وقتی که داوود متوجه میشه شخصی به نام جولیات که یکی از سربازان فلسطینی بود که داشت التیماتوم میداد به فلسطینی ها و اونها رو تهدید میکرد، داوود پادشاه، حتی تا اون موقع پادشاه نبود، داوود میاد اعلام میکنه که من این شخص رو میتونم شکست بدم. و سخن داوود تأثیر گذاشت روی قوم اسرائیل، حتی روی شاول هم تأثیر گذاشت. و بعد دیدیم که پادشاه نیز قبول کرد، با اینکه دید خیلی جوونه، قدش کوتاست نسبت به سربازهای دیگه، اون رو به اون موقعیت ندید که اون حتما پیروز بشه. اما شاول متقاعد شد. شاول متقاعد کی شد؟ صدای خدا شد. چون داوود در اون زمان پذیرفت که در گذشته به اقتدار تحت پوشش فرمان خدا پیروزی ها داشته و الان روح خداست داره به اون میگه تو این پیروزی رو خواهی داشت، و با جسارت و با قدرت سخن میگه. و چون با قدرت سخن گفت، میبینیم که تأثیر کلام خدا که از دهان او صادر شد حقیقتا انجام شد. در امثال 18:20-21 میخونیم، اعلام میکنه دل آدمی از میوه دهانش پر میشود. دل آدمی از میوه دهانش پر میشود، یعنی زمانی که من آنچه که دارم به زبان میارم و به تفکرم داره جاری میشه، تفکر ناامید من، تفکر ترسان من، تفکری که در شک و نگرانی هست، هیچ امیدی درش نیست و خودم رو ذلیل اون چرا که بد میدونم کردم، میگه دل آدمی از میوه دهانش پر میشود و از محصول لبهایش سیر میگردد. آن چرا که میگه یک امید در زندگیش میشه و در اون تأثیر داره. و ادامه میده موت و حیات در قدرت زبان است. آمین. قدرت چه زبانی؟ قدرت زبان کسی که به خدا ایمان داره، تحت اقتدار خداست، به نیکویی میشه. و تحت تأثیر قدرت زبان کسی که به خدا ایمان نداره، هنوز روح خدا رو یافت نکرده و خدای حقیقی رو نمیشناسه، توبه نکرده، نجات پیدا نکرده و مدام توی زندگیش سخنان منفی برای خودش و برای اطرافیانش میگه، متاسفانه تأثیر بد رو خواهد گذاشت. نمیخوام بگم که آنچه را که ما میگیم حتما میشه، چون عیسی مسیح میگه تو نمیتونی با خواستنت نیمت قد تو بلندتر کنی. این گونه فکر نمی کنیم ما هرگز، اما این را میدانیم به عنوان فرزند خدا، اگر ما رو خداوند خونده در ملکوت او زندگی کنیم، یعنی پادشاهی او، که پادشاهی او بر ما باشه، ما باید
افکار پیروزمندانه داشته باشیم. آمین. شکست رو نباید ببینیم، چرا که میدونیم برای شکست ها و درد ها و رنج های ما مسیح روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد تا ما نیز قیام کرده باشیم. آمین. میگه موت و حیات در قدرت زبان است و آنانی که آن را دوست می‌دارند میوه‌اش را خواهند خورد. اون ایمان رو که دارند تأثیرش می‌بینن. و در کتاب یوئیل 3:10 اعلام می‌کنه ضعیف بگوید که من قوی هستم، پس اعلام کن در زمان ضعفت که آن که در من هست روح القدس قوت این رو داره که من یاری بده. دستی که بالای سر من است به عنوان اقتدار و اتوریتی، اون از من حفاظت خواهد کرد و من رو تنها نمیگذارد. حدود 10 سال پیش وقتی که خداوند با قلبم صحبت کرد تمام وقت در خدمت کلیسای او باشم، خب برای من و همسرم واقعا شرایط خیلی سختی بود که بخوایم یک بار تمام وقت در خدمت خداوند باشیم و نگرانی ها و ترس ها بیشتر با خود من بود. من همیشه این ترس و شک رو داشتم. حالا خیلی از خدا دلایل میگیرم تا قدم بردارم، متاسفانه برام دعا کنید. ولی یه شب تقریبا میخوام بگم 5-6 ساعت در حضور خدا فقط از خدا درباره جد اون شنیدم. با قلبم صحبت کرد نترس، شک نکن، همان گونه که جد اون را پیروز کردم تو را پیروز خواهم کرد، فقط تو حرکت کن. جلال از آن خداست. زمانی که فرداش یک شنبه بود و من به یک کلیسای آمریکایی قرار بود برم به اتفاق برادر ازم جریک جان که با هم بریم اونجا، من به جریک جان گفتم دیشب همش خدا با قلبم در رابطه با جد اون صحبت کرد، ولی راستیتش وقتم نکردم، نرفتم کتاب داوران رو بخونم و با ایشون هم صحبت کردم. وقتی رفتیم تو کلیسا دیدیم واعظی هست اونجا که از اتریش اومده. همین که واعظ اومد صحبت کنه و منم انگلیسیم خوب نبود، قرار بود جریک جان برای من ترجمه کنه، همون لحظه روح القدس قلب منو لمس کرد که زانو بزنم و دعا کنم و همون موقع من زانو زدم. حالا واعظ داشت صحبت میکرد، منم اون پایین زانو زدم دعا میکردم. خداوند با قلبم صحبت کرد. کتاب هفتم، باب هفتم، آیه هفتم متعلق به توست. نترس، من با تو هستم. خب من هیچ، باور کنید، هرگز فکر نمی‌کردم حالا کتاب هفتم کجا هست، باب هفتم کجاست، آیه هفتم. به جریک جان گفتم جریک جان خدا با قلم صحبت کرد اینو. گفت پس باز کن بخونیم اینا. بعد من باز کردم، حالا واعظم داشت صحبت می‌کرد، دیدم کتاب هفتم کتاب داورانه، باب هفتم شرایط جدعون هست که 32,000 نفر رو داره رهبری میکنه و میاره و آیه هفتم اونجایی هست که خداوند میگه بذار بقیه اونایی که میترسن بذار برن و هر کسی که دولا میشه میره دم اون رودخونه آب بخوره، هر کس با دستش آب خورد اون کنار تو میمونه تا اینها بدونن این من هستم که باعث پیروزی شما میشم، نه خودتون. و همون موقع دم جریک جان گریه کرد، گفت برادر رسول دقیقاً واعظ داره همین آیه رو میخونه. من این آیه رو حالا میخوام بهتون بگم. اعلام میکنه و خداوند به جدعون گفت به این 300 نفر که به کف نوشیدن شما را نجات میدهم و مدیان را به دست تو تسلیم خواهم نمود، پس سایر قوم هر کس به جای خود بروند. یعنی اون 32,000 نفر که میترسیدن، نگران بودن، ناراحت بودن، گفت بذار اونها برن. اگر امروز نگرش ما نگرشی باشه مقتدرانه از طرف خدا، ما ایمان داریم که خداوند کمک ما خواهد کرد. فقط کافی است که بهش اعتماد کنیم. در مزمور 27 میخونیم، اعلام میکنه گروهی به عرابه های خود اعتماد میکنند، به آنچه که دارن بر روی زمین، و گروهی به اسب های خود، اما ما به قدرت، یعنی به اقتدار، به اقتدار خداوند خدای خیش اعتماد داریم. آمین. میتونیم هممون لطفاً لحظه بیستیم، همه با من این رو اعلام کنیم. اگر این ایمان رو داریم در حضور خدا اعلام کن برای سال آینده. اما ما به قدرت خداوند خدای خیش اعتماد میکنیم. آمین.
هاللویا بفهم. و وقتی که اعتماد داری هیچ موضوعی باعث ترس تو نمیشه، نگرانی تو نمیشه، هیچ شرایطی دنبال این نیست که شرایط بدتر بشه، بهتر بشه، وکیلت چی میگه، دکترت چی میگه، همسایت چی میگه، احساست چی میگه، تجربت چی میگه، منتظری ببینی خدا چی میگه. و خدا نگاه تو رو نگاه مثبت و درست میکنه توی زندگیت تا ترس ها رو و نگرانی ها رو رها کنی. شخص تاجری تصمیم میگیره که در یکی از کشورهای آفریقایی کفش صادر کنه و دو نفر رو استخدام میکنه و اونها رو میفرسته به اون کشور و از هر کدوم گزارش سوا میخواد. یکی از اونها نامه مینویسه میگه اصلا یک کفش هم اینجا کسی نخواهد خرید، چون که هیچ کس اینجا کفش نداره، زحمت نکش، پولت هم حروم نکن. نفر بعدی نامه مینویسه میگه هر چقدر میتونی کفش بخر بفرست، چون اینجا هیچ کس کفش نداره. هر دو یه مدل، اما با یک نگاه دیگه ای. امروز نگاه ما چی هست؟ اگر قبول کردیم که تحت اقتدار خدا میخوایم زندگی کنیم، میباید مطمئن باشیم که خدا پادشاه ما هست و اون میخواد ما در توکل به او با اون متحد بشیم. وقتی اراده خدا رو میخوام، یعنی من با خدا متحد هستم نسبت به اراده و خواسته خدا برای نیازهام تا به اون پیروزی ها برسم. عزیزانی که بروشور ندارن دستاشون رو بگیرن بالا تا بهشون بروشور بدن. لطفا اونا که بروشورن دستا بره بالا تا بروشوراتون رو لطفا مسئول بروشور و عزیزان بشید. اگر توی بروشورتون نگاه کنید، آیه‌ای که در طول این مدت داشتیم به عنوان آیه کلیدی که گفتم، خواهش میکنم این آیات رو حفظ کنید، انجیل یوحنا 16:33 هستش. توی بروشور شما تفضیلی یعنی قدیمی هست، اما من میخوام از شریف براتون بخونم، یه مقداری باز کرده این رو. اعلام میکنه این چیزها را به شما گفتم، عیسی مسیح، تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید، تا همراه و همفکر من باشید، همراه در دعا، در پوری روح القدس و همفکر در کلام باشید. یک بار دیگه، این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، پس مشکلات و سختی ها هست، ولی شجاع باشید، ضعیف بگوید من قوی هستم. امسالت رو تقدیس کن در حضور خدا، آماده باش که سال دیگه اعلام ضعف نکنی اگر تحت پوشش اقتدار خدا هستی. ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شدم، پس شما نیز پیروز خواهید شد. آمین. و چون اعلام ضعف نمی کنید، مطمئن باشید که خداوند مطابق فیض شما را تقویت خواهد کرد. همان گونه که در نامه اول قرنتیان 16:13 می خونیم، اعلام می کنه هوشیار باشید، در ایمان ثابت بمانید، قوی و جوان مرد باشید. یعنی مانند جوانان که اعلام میکنن و حقیقتاً هم آن جوانیشون کمکشون خواهد کرد، اعلام کنید که قوی هستید. پس دنیا در برابر آنچه را که ما داریم اعلام میکنیم نسبت به اقتدار میتونه به ما بگه منم اقتدار میدم، منم شما رو قوی میکنم. اما اقتداری که دنیا داره به ما میده این گونه است: بده بسونه. سوء تفاهم نشه، صداش قشنگه، تشویقش میکنه تو دنیا، کارش خوبه، تو قسمت پزشکی وکیل خوبی هست، تشویقش میکنن، اقتدار بهش میدن، اتوریتیشو زیاد میبرن بالا و میتونه یه نفوذ بیشتری داشته باشه. اما تا زمانی که خوب هست این اتوریتی و این اقتدار رو میگیره. اما وقتی که به جایگاهی رسید که دیگه ضعیف و ناتوان شد، کسی ازش یاد نمیکنه. ولی اقتداری که مسیح به ما میده با عشق میده، با تمام وجودش میده. همون اقتداری هست که پدر و مادر به بچه هاشون میدن، بچه هاشون رو دوست دارن، تشویق میکنن، حتی اگر ببینن نمیتونن آنچه را که از اونها انتظار دارن انجام بدن، هیچ پدر مادر نیست بچه را از تو خونه بندازه بیرون، اتفاقا بیشتر اونو دوست داره.
خدا با عشقش به من و تو اقتدار داده، از ما چیزی نخواسته. خدا با فیضش به من و شما این اقتدار رو داده، همون گونه که پولس رسول نیز اعلام میکنه، سه بار اعلام کردم که خداوند در من خاری هست، ضعفی هست. خداوند اعلام کرد فیض من تو را کافی است. میدونید یعنی چی؟ یعنی عشق من تو را کافیه. یعنی اینکه وقتی تو اعلام ضعف میکنی، من بیام بهت میگم عاشقتم، تو عشق منی، من تو رو دوست دارم. شما دیدید والدین وقتی میبینن بچه کوچیکشون میخوره زمین یا توی بازی یکی اذیتشون میکنه، پدر و مادر بغلش میکنن، باچش میکنن، تازه بچه خوشش میاد. حالا قبلا ناراحت بود از اینکه خورده زمین یا یکی بهش زده، ولی وقتی پدر مادر اونو بغل میکنن، ماچش میکنه، بیشتر خوشش میاد. برای همین پولس رسول هم میگه، میگه در ضعف های خودم بیشتر اتفاقا افتخار میکنم، بیشتر شادم، بیشتر خوشحال هستم توی ضعفم که هستم. چرا که در ضعف خودم من فیض خدا رو بیشتر میبینم. چرا که اون بچه توی مشکلات و سختی ها وقتی خورده زمین، آسیب خورده، بیشتر میبینه آغوش بابا براش باز هست، مادر براش باز هست و اون رو نیز محبت میکنه. قرنتیان 12:9 هستش عزیزان، اگر مایل هستید میتونید برید ببینید. پس بنابراین اگر من امروز اعلام میکنم که در اقتدار خدا هستم، در اصل یعنی من همراه با خدا هستم، من هم فکر با خدا هستم، آمین، یعنی اینکه من اراده خدا رو میخوام، من به اون اعتماد دارم، من به او توکل میکنم، من جلال نام او رو میخوام. شما ببینید این هفت کلمه همه توی همین اقتدار میگنجه. مردم دنیا اعلام میکنن توکل کن به خدا، خدا رو نمیشناسن متاسفانه. تا کسی به مسیح ایمان نیاورد، تا کسی روح قدوس خدا او رو لمس نکنه، تا کلام خدا برای او مکشوف نشه، چگونه میتونه میگه من توکل میکنم به خدا؟ چقدر توکل میکنی؟ چه مقدار میتونی توکل به خدا کنی؟ ولی کسی که مسیح ایمان میاره، وجود اون از روح خدا پر هست، 100% میتونه به خدا توکل کنه و مانند ایوب اعلام کنه که حتی اگر کشته شوم منتظر خدا خواهم ماند. میدونه که خدا او رو رها نخواهد کرد و اقتدار تحت پوشش خدا اینگونه ما رو میتونه تقویت کنه. گاهی هم هست، شاید ما یه موقعی گفتیم یادش بخیر اول ایمانمون چه قدرتی ما داشتیم، دعا میکردیم دعامون اجابت میشد، پر از شادی میشد، وای اصلا کلیساها فرق میکرد، واعظین، وای اون کلیسا فرق میکرد. آیا خدای ما عوض شده؟ هاشا که خدای ما عوض نشده، اما انگار من عوض شدم، من تحت اتوریتی خدا دیگه نیستم، من زیر سایه پر محبت خدا قرار نگرفتم. چرا اگر حتی سختی ها و مشکلات در زندگی من هست، اگر اینها تبدیل و مساوی با قرقر و شکایت بشه، این نشانه این هست که آرامش خدا با من نیست، یعنی من تحت کامل اتوریتی خدا نیستم، قدرت خدا نیستم.
شکایت و غرغرها علامتش اینه. برای نمونه فیلیپیان 4:4 پولس رسول چی میگه؟ میگه شاد باشید و باز میگویم شاد باشید، در خداوند شاد باشید. در خداوند یعنی در اقتدار خدا شاد باشید، تحت پوشش اراده خدا شاد باشید و مواظب زندگیتون باشید. پولس رسول اینو در کدوم کاخا بود گفت؟ یکی از این کاخهای روم بود. بله، توی زندان بود، در حین شکنجه بود، هر آن میخواست روی صلیب ببرن پولس رسولو. از توی زندان داره میگه شاد باشید، تو بدترین شرایط هست، چرا که او تحت نظارت روح خدا صحبت میکرد. و در عبرانیان 13:8 میگه عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابد همان هستش. هیچ فرقی نکرده مسیح برای ما، اما من باید ببینم من جایگاهم کجا هستش. داوود پادشاه تا زمانی که تحت اقتدار خدا بود، روح خدا بود، پیروزی ها داشت. اما زمانی که اقتدارش غرورش شد، اقتدارش کارایی شد که انجام داده بود، دستش گذاشت پشتش، رفت بالای پشت بام و در اون غرور و منیت خودش، چون از اقتدار خدا دیگه داشت کم کم در می اومد، زن برهنه‌ای رو دید و با او زنا کرد، همسرش رو کشت و گناه کرد. البته بعدش توبه کرد. ولی داوود پادشاه اونجا تحت اقتدار خدا نبود. ما نیز می توانیم گاهی از اقتدار خدا، از زیر اقتدار خدا، چتر پر محبت خدا میایم بیرون، گناه میکنیم. اما زمانی که توبه میکنی، بدون که خدا تو رو برکت خواهد داد. اجازه بده امسال که انتهاش هستیم، برای تمام آنچه را که باعث رنج و درد تو شده، شکست زندگیت شده، توبه کن. غرغر و شکایت شده، گناه شده، توبه کن و از خدا بخواست سال آینده رو تحت پوشش اقتدار خدا عمل کنیم و پیروز خواهی شد. داوود پادشاه وقتی که دستش گذاشت روی کمرش و نگاهی کرد، گفت واو چقدر لشکر دارم، چه عظمتی اینجا هست، رفت سرشماری کرد و دوباره شکست خورد. هوشیار باشیم. اگر تحت پوشش اقتدار خدا هستی، فروتن هستی، منتظر صدای خدا هستی و خدا کمکت میکنه. یونس نبی رو خداوند خواند. به یونس نبی گفت یونس تو میری و مردم نینوا رو بشارت میدی. یونس گفت نه من اینا رو دوست ندارم. یونس یه شخصیت سیاسی بود و چون میدونست عملکرد نینوایی ها برای کشورهای اطراف همسایه ها خوب نبود، ضد اون بود و با یک فکر سیاسی سخت مقابله کرد در برابر اراده خدا، اقتدار خدا. فرار کرد، وارد کشتی شد. هم یونس نبی و هم خدمه کشتی و هم مسافرین کشتی جونشون به خطر افتاد. وای به حال من و شما که فرزند خدا هستیم، از اقتدار خدا رهایی بکنیم، فرار کنیم. این رو بدون، من و خانوادم، من و کلیسا تحت خطر قرار خواهد گرفت، من و کشورم. اگر خداوند من و شما رو به عنوان فرزندان خونده، با ما کار بزرگی داره. تحت پوشش اقتدار خدا زندگی کن. اگر زندگی نکنی، آسیب میخوری، آسیب میزنی به دیگران. از این رو هستش که زندگی ما باید پاک باشه. اما یونس تصمیم گرفت، توبه کرد در شکم اون ماهی و میگه اون ماهی او رو قی کرد، انداخت بیرون و یونس رفت مردم نینوا رو بشارت داد. هم یونس نجات پیدا کرد، هم مردم نینوا نجات پیدا کردن. قبل از اینکه وارد سال جدید بشی، لازم داریم برای آنچه که تا امروز خدا به ما گفته انجام ندادیم، هر موضوعی هست، هر موضوعی هست که کلام خدا میگه، کلام خدا رو توجیه نکن. اگه کلام خدا رو نسبت به رابطت داری توجیه میکنی، توی رابطت برکت نخواهد بود، مطمئن باش. اگه کلام خداوند رو توی ده یک دادن و هدایا دادن داری توجیه میکنی، توی امور مالیت برکت نخواهد بود. هوشیار باش. هر قسمتی از زندگیت که داری توجیه میکنی کلام خدا رو، اینو بدون، همان گونه که در کتاب تثنیه میگه برکت و لعنت در برابر توئه. کدومش رو میخوای انتخاب کنی؟ ما آزاد آفریده شدیم. کدوم از اینها رو میخوای؟ اگه برکت رو میخوای، برو تحت پوشش اقتدار خدا و اجازه بده خداوند باشه که پیروزی های تو رو نصیبت خواهد کرد، همان گونه که یونس رو نیست. بریم با هم دیگه یه چند تا عکس داشته باشیم لطفاً. میخوام اقتدار خدا رو این گونه داشته باشیم. آیا میتونیم؟ خب
این دست خداوند بر فرض میگیم هست و چتری که بالا سرش، این چتر اقتدار خداست، پادشاهی خداست، ملکوت خداست، قوت خداست، اراده خداست، توکل کردن به خداست. وقتی که به مسیح ایمان میآوری، خدا این چتر رو به تو میده، میگه تو فرزند من هستی، تو کاهن هستی، تو سفیر هستی، تو نور و نمک هستی، من از تو میخوام استفاده کنم، نه فقط از کشیش رسول، از تو در هر سنی، در هر شرایط کسی. این چتر رو محکم بگیر. اگه چتر رو گرفتی حواست باشه این چتر بالا سر تو باید باشه همیشه، بگیرش. عکس بعدی، این چتر رو بالا سرت میگیری که از تو حفاظت میکنه. لطفا همینطوری بریم جلو. حتی اگر غریب هستی، خودتو تنها میدونی، وقتی که تحت اقتدار خدا، چتر حفاظت خدا هستی، تو تنها نیستی، خدا با تو هستش، خدا از تو حمایت میکنه. لطفا بعدی، حتی برای ازدواجت، برای عشقت، اونی که دوستش داری، اگر اجازه بدی اراده خدا بشه، اقتدار خدا بشه، هر دوی شما تحت اون حفاظت هستی. حتی اونی که دوستش داری توی اون چتر قرار میگیره، تحت اون پوشش قرار میگیره. لطفا زندگی تو، خونه تو، آنچه که داری، بیزینس تو، همه چیز تحت اون اقتدار هست. بله، به هر چی که علاقه داری، استعدادت هست، هنرت هست، خدا همه اونها رو میبره زیر چتر. خدا نعیم، خدا ما استعداد نداده که استعداد از ما بگیره، هنری نداده که هنر رو از ما بگیره، فقط میخواد آنچه را که داریم همه رو ببریم تحت پوشش اقتدار خدا. بعدی، حتی توی مشکلات و سختی ها اگر هستی، اینو بدون چتر خداوند اونقدر قوی و بزرگ هست که تو رو حفظ کنه. بله، خانواده تو رو حفظ کنه. بله، دوستان تو رو حفظ کنه. بله، اما وای، خداوند وقتی که به ما اون اقتدار رو داده، تو نمیتونی بگی من مسیحی هستم اما این قسمت کلام خدا رو قبول ندارم. من ایمان دارم به مسیح، سالی یه بار میرم کلیسا، عیسای مسیح ما رو خوند، هر یک شنبه ها کلیسای مسیح باشیم، بیایم بشنویم، تقویت بشیم. من به مسیح ایمان آوردم اما میترسم بشارت بدم، میترسم بگم من ایماندار هستم، کلام خدا رو نمیخونم، دعا نمیکنم، به عطایا اینقدر ایمان ندارم، عطایا هست یا نه. پس کسی هستی که خدا به تو اتوریتی رو داده و تو فقط داری نام مسیحی بودن رو حمل میکنی، از اون برکت استفاده نمی کنی. بعدی، اما زمانی که میپذیری اقتدار خدا رو در زندگیت، اراده خدا رو میپذیری، اینو بدون خداوند تا زمانی که روی زمین و بعد از روی زمین حامی تو هست، حافظ تو هست، در کنار همسرت و هر آنچه که نیز داری. آمین، هاللویا. بریم با هم دیگه لطفاً انجیل متا 10 از 1 الی 20 رو داشته باشیم. ببخشید یه مقداری طولانی میشه، ولی خب لازم هست که این قسمت رو ما تموم کنیم. میتونیم لامپا رو روشن کنیم عزیزان اگر؟ ممنون. انجیل متا 10 از 1 الی 20، سخن مسیح با همه ما هستش، داره با ما سخن میگه. و 12 شاگرد خود را طلبیده، ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد. همه را طلبید، شما هم هستید امروز، شما تو اون 12 تا هستید. بله، که آنها را بیرون کنند و هر بیماری و رنجی را شفا دهند. پس قدرت داد، جرأت داد، مجوز داد به من و شما، مجوز داده، ما را به نام خونده، اسم شما در دفتر حیات هست. اگر قلبت تو الان به مسیح ندادی، اگر قلبت گواهی به این میده که خداوند تو بهر گناهان تو بر روی زمین آمد، بر روی صلیب رفت و مرد و پس از 3 روز قیام کرد، بعد از اینکه این موعظه تموم شد، بیا برای دعای توبه و دعای نجات رو بخونم تا به شما نیز این جرأت و اقتدار رو به توسط روح القدس بده. بله، و نامهای 12 رسول این است. صدا میرسه؟ بله، اول شمعون معروف به پتروس. مرسی، هر کسی اسم خودشو بگه، نام تو هم هست. حمید جان اسم خودشو میگه، ماهمونی جان اسم خودشو، روبرت جان اسم خودشو، هر کسی بدونه یکی از این اسما هستید شما. بله، این 12 را عیسی فرستاده
بدیشان وصیت کرده گفت از راه امتها مروید و در بلدی از سامریان داخل مشوید. خیلی ممنون. اینجا وفاداری میخواییم. اینجا اصطلاحاً میگیم اطاعت. اطاعت میخواییم. وفاداری میخواییم. چرا که اونها میتونستن بگن عیسی مسیح همه احتیاج به نجات دارن. کاسه داغتر از آش بشن. ولی آنچرا که مسیح گفت انجام دادن. آنچرا که کلام خدا میگه انجام بده. توجیه نکنید لطفاً. قلبتون رو برای خداوند باز کنید تا خداوند چتر زندگیتون باشه، حافظ زندگی شما باشه. بله؟ بلکه نزد گوسفندان گمشده اسرائیل بروید و چون میروید موعظه کرده گویید که ملکوت آسمان نزدیک است. این مأموریت ماست. مأموریت فقط کشیش رسول اینجا نیست که خبر خوش رو به دیگران برسونه، یا خواهر سمی یا دیگر عزیزان. این مأموریت همه ما هست. مطابق انجیل متی 28:19 همه ما رو خونده برای بشارت دادن. ولی طریقش خدا به ما یاد میده، با محبت کردن، با درک کردن دیگران، با دلسوزی به دیگران، با دعا کردن به دیگران. هر کدوم از ما سهمی داریم. بله؟ بیماران را شفا دهید، ابرسان را طاهر سازید، مردگان را زنده کنید، دیوها را بیرون نمایید، مفت یافته اید مفت بدهید. آمین. پس بنابراین آنچه را که انجام میدیم منت سر هیچ کس نمیتونه کسی بذاره. هیچ کس. ما خبر خوش نجات رو میدیم. هرگز نباید به کسی بگیم تو گناهکاری. مطابق انجیل یوحنا 16:8 هرگز هرگز ما کسی رو گناهکار نمیدونیم. به ما اون کار روح القدسه. هرگز بر دیگری داوری نمیکنیم، داوری بد. بازم اونجا میگه کار روح القدسه. هرگز من کسی نیستم که شما رو به خدا برسونم. هاشا به من چه؟ این قوت روح القدسه که شما رو و دیگران رو به خدا میرسونه. پس سر جنگی نداریم. ما خبر خوشو میدیم به همه، چون نجات سلیقه‌ای نیست. آخ بعد از اون این خیلی مسلمونه، اون خیلی حزب اللهیه، آخ اون خدا رو قبول نداره، برم به اون بشارت بدم. نه، باید به همه بشارت بدیم. همون گونه که ما نیز، من خودم رو میگم شایسته نبودم، من رو بشارت دادن و به وسیله ایمان آوردم. بله؟ طلا یا نقره یا مس در کمرهای خود ذخیره مکنید و برای سفر توشه‌دان یا دو پیراهن یا کفش‌ها یا عصا بر ندارید. نگران اون موقع مالیت نباش. وقتی خادم خدا میشی خدا رو فقط خدمت کن. خدا به فکر تو هست. عبرانیان 6:10 اعلام میکنه خدا بی... بله بگیم واو، یه دست بزنید برای همین آیه. هللویا. همه ما خادمیم. میگه خدا بی انصاف نیست که خادم خودشو فراموش کنه. خدا من و شما که همه خادم هستیم، چون رو ما اس گذاشته، فرزند خدا، نور و نمک، سفیر هستیم، همکاران او هستیم. اون بی انصاف نیست که تو رو فراموش کنه توی سختی‌ها و مشکلات. بله؟ زیرا که مزدور مستحق خوراک خود است. و در هر شهری یا قریه‌ای که داخل شوید بپرسید که در آنجا که لیاقت دارد، پس در آنجا بمانی تا بیرون روید. پس بنابراین خادم خدا، خدا خودش میدونه. خدا قلب افرادی رو لمس میکنه. مانند خود من که الان نزدیک 9 سال هستش که خداوند این کلیسا رو به همه ما داده. خب زندگی منم تامین شده. این گونه نبوده که من بگم من از گرسنگی مردم. خداوند 2 بار با قلب من صحبت کرد، من میزبان تو هستم در این سرزمین. مرا بسه، تمام. میگم شک میکنم، میترسم، نگران میشم، چون تو این جسم ضعیف هستم. اما خدا هرگز نذاشته من بمونم. خدا هرگز نمیذاره تو بمونی. فقط مواظب باش از زیر اون چتر نیا بیرون. بله؟ و چون به خانه ای درایید بر آن سلام نمایید. پس اگر خانه لایق باشد سلام شما بر آن واقع خواهد شد، و اگر نالایق بود سلام شما به شما خواهد برگشت. و هر که شما را قبول نکند یا به سخن شما گوش ندهد، از آن خانه یا شهر بیرون شده خاک پاهای خود را برافشانی. هر آینه به شما میگویم که در روز جزا حالت زمین صدوم و غموره از آن شهر سهل‌تر خواهد بود. پس میگه تو نگران نباش. اونهایی که به مسیح ایمان نمیآورن میرن برای داوری. عزیزان اونا میرن، به ما دعا میکنیم همه نجات پیدا کنن. کلام خداوند به ما نیاموخته که ما بگیم هر کی مسیح ایمان نیاورد بعد ما بگیم میری تو جهنم، هلاک میشید. خیلی مواظب باشید. داور خداونده. داور خداوند هستش. سر جایی که خدا ما رو قرار داده بیستیم لطفا. به جای خدا داوری نکنیم بر دیگران. اما این رو میدونیم تو داوری چه کسی میتونه بیگناه باشه،
چه کسی هست که تمام شریعت باور و دین و مذهب خودش رو توانسته باشه کاملا انجام بده؟ چه کسی هست که دروغ نگفته؟ چه کسی هست که خشمگین نشده باشه؟ چه کسی هستش که ریا نکرده باشه؟ آیا کسی هست؟ خیلی هستم میگن همه راه ها به خدا میرسه. بله، برای داوری به خدا میرسه، ولی راه ما برای فیض و عدالت خدا میرسه که ما بخشیده شدیم. کسی که به مسیح ایمان میاره و وفادار نیز میماند. بله هان، من شما را مانند گوسفندان در میان گرگان میفرستم، پس مثل مارها هوشیار و چون کبوتران ساده باشید. پس بنابراین میگه رسول، تو نمیخواد تلاش انسانی بکنی، قدرت من تو رو بسته، قوت من تو رو بسته، اقتدار من تو رو بسته، عطایای من تو رو بسته. تو نقشه نکش برای یک نوع خدمت، تو تحت اتوریتی من هستی، بذار من به تو هر چی گفتم همون کارو انجام بده. در برابر کسایی که ضد تو هستن تو رو میکشن، تو هم اصلا نگی اونا رو بکش. و ما اینجا چنین تعلیمی نمیدیم. اگر مدتی هستش که داریم نهیب میزنیم به دولت جمهوری اسلامی، مطابق کلام خدا این کار رو میکنیم. ما مرگ نمیگیم بر هیچ انسانی، هرگز، هاشا. ما دوست داریم اونها زنده باشن و به فیض خدا نجات پیدا کنن، اما نهیب میدیم و میگیم خداوند را سرنگون کن، نظامی که این همه آزار و درد و رنج میده و مانع رسوندن خبر خوش شده. و 38 سال صبر کردیم، از این به بعد این گونه دعا میکنیم، چرا که میدونیم کلامی که خدا ما داده قدرت درش هستش، بدون اینکه جنگ بخوایم بکنیم. اما از مردم برحذر باشید، زیرا که شما را به مجلس ها تسلیم خواهند کرد و در کنایس خود شما را تازیانه خواهند زد و در حضور حکام و سلاطین شما را به خاطر من خواهند برد تا بر ایشان و بر امت ها شهادتی شود. اما چون شما را تسلیم کنند، اندیشه مکنید که چگونه یا چه بگویید، زیرا در همان ساعت به شما عطا خواهد شد که چه باید گفت. خدا هستش که دفاع میکنه از من و شما تو بدترین شرایط زندگیمون. بله، زیرا گوینده شما نیستید، بلکه روح پدر شما در شما گوینده است. آمین. اون اقتدار خدا در شما هستش. میتونیم برای کلام خدا دست بزنیم؟ ممنون. شاعری میگه زندگانی برگ بودن در مسیر باد نیست، امتحان ریشه هاست، امتحان ریشه هاست، ریشهش هرگز اسیر باد نیست. زندگانی پیچک است، انتهایش میرسد پیش خدا، باید آن را سبز کرد، باید آن را آب داد با آب پاش لحظه ها. هر لحظه اجازه بدیم با خدا همراه و هم قدم باشیم و تحت پوشش چتر پر محبت و پر فیض خداوند نیز قرار بگیریم. بریم نکته چهارمو داشته باشیم. عزیزان همه بروشور داریم؟ عزیزانی که لطفاً چهار نکته رو داشته باشیم. ببخشید امروز یه خود طولانی شد. خب عزیزان میتونن عکس اینا رو بگیرید لطفاً، اونهایی که نبودید تو این جلسات، چرا که به ما حقیقتاً میتونه کمک بکنه نسبت به نگرش پیروزمندانمون. و میتونید برید روی یوتیوب، درس ها هستش، روی فیسبوک درس ها هستش که ازش استفاده کنیم. چگونه نگرش پیروزمندانه داشته باشیم؟ به عنوان فرزند خدا اینو دارم اعلام میکنم. نگرش پیروزمندانه در زندگی برای رسیدن به اهداف با آگاهی پویا در کلام خدای زنده امکان پذیر است، تا بر هر دروغی، این دوزخ اشتباه است، بر هر دروغی غالب آییم. نکته دوم، نگرش پیروزمندانه در زندگی برای رسیدن به اهداف با ایمانی پویا در شناخت خدای زنده امکان پذیر است، تا بر هر شکی غالب آییم. بله، دو تا از این بر بخونیم. نگرش پیروزمندانه در زندگی برای رسیدن به اهداف با امیدی پویا در وعده های خدای زنده امکان پذیر است، تا بر هر نگرانی غالب آییم. و نکته آخر، نگرش پیروزمندانه در زندگی برای رسیدن به اهداف با اقتدار پویا به خدای زنده امکان پذیر است، تا بر هر ضعف غالب آییم. آمین. اجازه بدیم تحت اقتدار و فیض خدا زندگی کنیم، تحت اراده خدا زندگی کنیم، و اونجا هست که خداوند ما رو مطابق فیضش برکت خواهد داد. بریم با هم دیگه آخرین آیه هم نیز داشته باشیم. مکاشفه 2:25-26.
فقط میخواهم آنچه دارید تا زمانی که من میآیم محکم نگاه دارید. کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند. آمین. 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 فرصتی به همه ما داده شده تا بتوانیم تحت اقتدار خدا زندگی کنیم، هم ایام امروزمون رو، هم آیندهمون رو و هم ملکوت خدا رو به خوبی بگذرونیم و با ایمان که رستگار هستیم از این فرصت استفاده کنیم تا بیشتر تحت پوشش اون چتر قرار بگیریم. در غیر این صورت آسیب میخوریم. پادشاهی بهش خبر میدن وزرای شما به طور خاص تو وزیری که در کنارت هستن، این سه نفر دستورات تو رو خوب انجام نمیدن و سعی نکردن که کاملا آنچه که تو میگی انجام بدن. پادشاه اون سه تا وزیر رو میخواد و بهشون میگه من باقی دارم، خودتون میدونید که بهترین میوه ها توش هست. نفر یه دونه کیسه بهشون میده، میگه این کیسه ها رو بگیرید و برید برای خودتون بهترین میوه رو به سلیقه خودتون پر کنید. اولی وقتی که میده تمام سعیش رو میکنه آنچه که پادشاه گفته انجام بده، بهترین میوه ها رو میکنه و توی کیسه میکنه. دومی فکر میکنه پادشاه یعنی الان میاد میوه ها رو میبینه، اصلا چه فهم منم که این میوه ها رو نمیخورم، میندازم دور. هرچی دستش میاد کال و خراب و هرچی رو زمین افتاده اینا رو هم برمیداره میریزه. سومی میگه بابا پادشاه این کارا چیه میکنه، حالا حتما خواسته ما مشغول بشی. هرچی آتا آشغال تو باغ بوده همه اینا رو برمیداره بدون میوه، اصلا هیچ میوه برنه، برگای خشک و همه رو میریزه روی روش، هم یه چند تا میوه میذاره که وانمود کنه که اینها میوه ها هستش. و بعد پادشاه میاد دستور میده، میگه هر سه اینها رو یک ماه بازداشت کنید و به غیر از آب بهشون هیچ خوراکی ندید. متوجه چی شد؟ اون کسی که کیسهش رو بهترین میوه رو جمع کرده مسلما سالم خواهد بود. امروز خداوند این اقتدار رو به من و تو داده، این کیسه برکت رو به من و تو داده. حیفه، حیفه که ازش استفاده نکنید. از عطایات استفاده کن، از فرصتی که بهت داده شده توی خدمت استفاده کن. مشکلات رو بده تو دستای خدا، خدا از تو حمایت خواهد کرد. مشغول حاشیه نشه تو این دنیا، هدف چیز دیگه ای هستش، شکل خدا شدن هست و دیگران رو دعوت کنیم شکل خدا بشن. آمین.